Old I may be, but given the chance, I will learn. I will begin a second youth alongside my progeny. I will recite the hadith of love of country with such fervor as to make each word bear life. Let this be a season of second youth for all Iranians, a time in which a new season bears new life once more. Thank you, and Eid e Shoma Mubarak. As the poet Hafez wrote, "It is early spring. Try to be joyful in your heart, for many a flower will bloom while you will be in clay." For decades, our nations have been separated by mistrust and fear. Now it is early spring. We have a chance to make progress that will benefit our countries and the world for many years to come. Now it's up to all of us, Iranians and Americans, to seize this moment and the possibilities that can bloom in this new season. Thank you. And Nuruzatan Peruz. با زمان تازی، با مردم تازی ما مشکل نداریم. ما با این سیدای حاکم بر ایران، حزب سادات حاکم بر ایران مشکل داریم که تو هر کار میکنی یه جوری میخوان این تازی ها رو به ما چه کنن. آقا سال 1400 که دارم میگین 400، آقا قرن 15 شروع، به من روی قرنیه که به من حمله کردن، سرزمین منو ویران کردن، منو نابود کردن. این تقویم من نیست. خب بیا آقا 1400 یک شما مبارک. حتی من دیدم این ما یک پهلوان داریم، خیلی هم من دوستش دارم، من بهش میگم رستم فیلابی، چون رستم ما همیشه به قهرمان ها میگفتیم. فیلابی، مسلم فیلابی، قهرمان جهان بود زمان محمد رضا شاه، رئیس تربیت بدنی مشهد بود. بعد یکی از بچه هایی که خب بادم شکرالله مشکین فام که من ایشونو میشناختم در مشهد کشته شد و گویا برادر خانم ایشون بود، دور دارم به خانمش معین خانم و همشهری ما اینا. بعد که مشکین فام کشته شد و اینا، ایشون با یک اومده بود امریکا درس بخونه اونا، حالا برگشت خلاصه مجاهد شد و الان عضو رسمی شورای ملی مقاومت، یعنی از اعضای برجسته است. دیدم اخیرا ایشون برای من تبریک که فرستاده، این فروه رو قشنگ ببینید درسته، این فرستاده پایینش میشه 1401. من بهش گفتم گفتم رستم فیلابی، این 1401 که شزفیه، تو اگه از زرتشت میشه خب این جای افتخار من، خرسندم. امروزه همه پی بردن که فرهنگ اوستایی ایرانی زرتشتی آریایی است که میتونه کار بکنه. و من متاسفم که میبینم بعضی از گروه ها تبعیت نمی کنن از قهرمانانی که با اونا هستن. کل گروه ها بایستی به این تفکر بپیوندن و این روسری که مال صحراگردان میبنده سرشون که گرد و غبار نگیرتشون، چیز دینی نیست، از سر بر نمیدارن. یاسر عرفات هم سرش میره، الان همه مرده عربا سرشون بگن هنوز همون روسریه، برای گرد و غباره. بعد ولی من میخوام این رو بگم، امروز چون من میبینم از شهبانوی عزیزم گرفته تا فرزند محسن رضایی تا علی رضا پهلوی، لیلا پهلوی تحت تأثیر تعالیم و اندیشه های اوستایی و کتاب های آوین اوستا و غیره و غیره، تحولات بزرگی وجود دادن که تحول هم در سطح جهانی پدید اومده در رابطه با ایران و نوروز و همه فرهنگ کهن آریایی ایرانی. خب من این وقتی میبینم این همه شامل شده، اگرم یه چیزای ادامه پیدا میکرد بهتر از این میشد. مثلا چون در نظر بگیرید پرچم شیر و خورشید، من پیشنهادات زیادی و حرفای زیادی وقتی نوشتم چپ و راست گرفته، برام این که میگم هر کی با ایران بود و ایرانی رو گرفت، هر کی میخواد بشه من چاکرشم، هر کی من انتقاد داشته باشم بهش انتقاد میکنم. وقتی که مسعود رجوی خودش بود حضور داشت، من کتابی نوشتم به عنوان زن برای رهایی باخیست، زن هم ردیف مرد، مطلبی بود خیلی کوتاه، ایشون هم خوند، یه نامه هم برای من نوشت گفت مطلبت خیلی خوب. موقع مطلب من اینا چاپ میکردن در نشریات خودشون. بعد یه مدت اومد همسر آقای مهدی ابریشمچی رو، مریم از ادانلوی قجر رو، ایشون رو به عنوان همردیف خودش انتخاب کرد. یعنی کار بزرگی بود، رهبر یک سازمان مذهبی یه زنی رو به عنوان همردیف، اونم واژه‌ای من رو استفاده کرد.
و بعد از اون باز من تربیش دادم اون موقع 30 خورده سال پیش که آقا دین جمهوری دموکراتیک اسلامی یعنی چی؟ اسلام بازی ما اسلام ویلش کنید دموکرات اگه هست که اصلا با اسلام نمیخونه لایسیته جدای دین از سیاست. ایشون یه طرحی تصویب کرد جدای دین از سیاست بر اساس این طرح. الان خانمش که بعد خانمشون نواد روسری سرش بگوره ایش کسی نواد روسری سرش کنه چون جدای دین از سیاست چون نمیتونی که بگیم رئیستونه بعد روسری سرش کنه اونا مال تازی هست هیچ مسئله دینی هم نیست. اگه میخواد مسلمان بونه بونه با مسلمان مشکل نداره. از جمله دیگه من بهش پیشنهاد کردم که آقا این پرچم شیر و خورشید یک پرچم افسانه است برای ایران، پرچم تاریخی است، شیر و خورشید ایران. گفت اینه که من نمیتونم خودم بدم قبول کنن اینا، این رو توسط یک کسی باید پیشنهاد کنه و من تو شورای ملی مقامت به تصویب برسونم. اونجا هم این قهرمان این پهلوان مأموریت این کار یافت، یعنی به پیشنهاد خود مسعود ایشون پیشنهاد داد. ولی اینا مخفیه، اینا حرفای مخفیه نیست. من خیلی از حرفایی که مثلا با سران میذارم که نمیم به عوام بگم که ایشون هم که نمید بگه آقا من این رو نه خودش گفت این ما طرح داد مسعود پشتیبانی کرد. آقای هزارخانی الان از پیر شده بنده خدا داره جیب. ایشون که لایق بود باید موافقت میکرد تو شوره نکرد، ولی خود مسعود شیر خورشید رو پرچم شیر خورشید شد و مسلم فیلابی این رو پیشنهاد کرد و پیشنهاد رو رای دادن. یعنی اگر بر همون منوال پیش میرفت یک ایرانی که سید نیست هر جا باشه بهتر کار میکنه تا جاش بیاد یک سیده یا یک سادات تازی بشینه که اون افکار تازی و صحراگردی هم هنوز تو کلش باشه. به همین خاطر الان شما ببینید فرهر پندار نیک گفتار نیک کردار نیک و مسلمه فیلابی که من بهش میگم رستم فیلابی هم میاد مطرح میکنه اون که امریکا هستن ایشونو میشناسن که چه شخصیتیه. از شورا هم نیمده بیرون عضو شورا هم هستن اوز این هم که اینه که تحول میآفرینه. علیرضا پهلوی میخواد موسیقی داره ترس میکنه تا کتاب آین اوستا رو میخونه خودش من میگه آقا من رفتم توی مایه بعد میشه استاد مینوی خرد کتابش منتشر بشه میدونید چه شاهکاریه. محسن رضایی که پسرش کشتن مهدی عزیزم بیژن خلیلی عزیز در امریکا شرکت کتاب وقتی هر گاه من رفتم برای امضای کتاب نیم ساعت زودتر اونجا بود. بسیار میدیدیم و با هم در پیوند بودیم مهدی عزیزم. حالا بعد اصل پهلوان عزیزم دختر استاد عباس پهلوان با ایشون یک مسابقه خیلی خوب انجام داد که داره نفی اسلام رو میکنه، نفی رهبری ولایت فقیه رو میکنه. یعنی این اندیشه وقتی ایرانی باشه، آریایی باشه، زرتشتی باشه، اوستایی باشه و لایک چون زرتشت فیلسوفه پیغمبر نیست میگه من خدا فرستاده که بیام شما را آدم، نه فیلسوفیست که میاد به انسان فرمان به بهزیستی در همینجا میده، بهشتازی همینجا میده. خب اینها همه جا رو گرفت و ما همین محمد بن سلمان بارها گفتم حالا گذرا میگم ایشون اون موقع که هیچ کاری بود 15-16 سالش بود ولی 14-15 سالش بود پدرش اینجا بود و این العربیه رو میخواستن افتتاح کنن و اصلا هیچ کس نمیزی شاهزاده است و فلان میومد چانزلیزه پیش من چون ما تنها کسی بودیم که فاکس سرویس داشتیم مثل که اینترنت رو من باوردم کلاسش رو تو فرانسه هستم تو پاریس گذاشتم برای نخستین بار. اون هم فاکس سرویسش رو فقط ما در شانزلیزه داشتیم ارائه میگردیم و شاپینگانی دیگه که مال من بود در سطح پاریس. بعدها پست فرانسه این کار رو کرد که بعدم برداشت. خب موقع که اینترنت اینا نبود تو میخواستی فاکس بفرستی حتما تو شانزلیزه تو محدود هستن چه جایی نبود میومد پیش من. به این خاطر اومد اونجا من فکرم کویتیست و باش رفیق شدم هر روز میومد نسخه باباش میفرستاد اونجا و ما باش صحبت میکردم. من همه شما هزاران نفر هستید که
تا این سال اومدید شانزلیزه ما با هم صحبت کردیم، وکیل مجلس اومده، آخوند بدون لباس اومده، با هم بحث کردیم، بدون که بدونم کی هستید تأثیرم گذاشته و خب اون خودش افسانه داره. با این بچه جوانم که من خیلی بحث می‌کردم، می‌دیدم مشتاقی که حرف منو بشنوه، ما همه جا صحبت اونو می‌کنیم، نقد به اسلام و اینا، این خیلی خوشش اومده بود. بعد من فهمیدم کردم کویتیه. روز آخر خودش به من گفت که من ایرانیم، مادرم مال قبیله عجمان هست. گفتم عجمان که قبیله شون بیشتر سعودی هست که آقا من هم سعودی هست. گفتم آره من سعودی هم، ولی سیاسی حرفای تو خیلی لذت دادم. خب شما دیدید حالا بعد خوب هرچی میخوایی بکن، با ایران هم دارم میجنگن از یمن. ولی الان همین روی تلویزیون اینترنشنال دیگه راه انداخته، تلویزیون دیگه اینا هرچی باشه صد برابر از اون پشم شیشان جمعستمی که بهتره. که خود شیخ میخوای آداغ خیلی عربستانی گرفت ترتیبشون داد، سرمایه‌دارا رو گرفت ترتیبشون داد، سرمایه‌دارا که فامیلش بودن، دیسکوتک واکت فلان کرد. بعد شهرکی که داریم میسازیم برای تکنولوژی مدرن، احمقا به آخونده ایران میگم، برید ببینید الان یکی از رهبرای جهان، اینو به شما بگم که میگن یهودی ها جهان را میگردانن فلان، عربستان سعودی هم نقش مهم داره در دایرکشن جهان روی مسئله اتم ایران و فلان و فلان، خیلی چیزای دیگه. ایران پیش از اینکه بخواد اسرائیل کاری بکنه، عربستان سعودی سی بچه اومده با یک افکار تازه و نو و فلان، اسلام رو داره میذاره کنار، گذاشتم کنار. خب شما دیدین تاثیر داره همیشه. حالا وقت ایران من حالا بیاد این مردک به عنوان رئیس جمهور بشینه اونجوری صحبت کنه، بایدن خیلی حالا با بایدن فوش خارماده، آقا من دارم میگم ایران رو هر کس، ما با درصدی با جهان برخورد میکنیم، میاد نه تنها پیام میده شب دم هفتین وای میسته درست. اصلا اون کاری که با دموکرات ها حزب دموکرات من کردم از زمان اوباما که اومد شاد باش گفت، تا الان ادامه داره، تا الان ادامه داره عزیزان من. نفتالی بنت از اینا هم همه از قبیله های ایرانی هستن، چون یهودی اصلیت چون ایرانی، میاد نوروز رو تبریک میگه، شادباش میگه نوروز آریای ایرانی رو. بعد یک مخت شپشوی زالوی سادات تازی اومدن به تو دارن حکومت میکنن، وقتی اونجا همونجا نشستی. I have a special message for the Iranian people on the occasion of Nowruz. Nowruz Mubarak to you, to your families, and to all those celebrating this beautiful holiday around the world. I wish you a happy new year, a year of health, prosperity, and peace. Nowruz literally means new day, and that's my greatest wish to you, the Iranian people, that you will see a new day. A day of freedom from the cruel Iranian regime. A new day where you can drink clean water. مهمان یاران، شما بایستی به گل حکم بکنید که بشکفه. مان شماست کار. مان شماست. همه تون پذیرفتین، همه تقیه، همه بدبختی، همه بیچارگی. دنیا ببینید کجاست. امروز نوروز رو دنیا جشن میگیره. نمیدونید بهتون میگم، یادداشت کنید، چند بار دیگه گفتم نگرفتید. از سال 2010، 12 سال پیش، از سال 2010 سازمان ملل متحد و بعد هم اینجا پاریس یونسکوی خودمون، از سال 2010 نوروز به عنوان یک جشن جهانی و روز جهانی شناخته شده. روز جهانی است، برای همین تمام دنیا جشنش میگیره. الان اینا تو ایران و افغانستان ممنوع کردن، دنیا نوروز جشن گرفت. جشنهای بزرگ رو ببینید، از استکهلم و لندن و کلن و پاریس گرفت. آقا تو این پاریس ما، تو این پاریس که سابق ما یک برنامه میذاشتیم، یکی میذاشتیم 13 به در، البته در جای خوبه براتون میگذاشتم اینا، بعد هنرمنده میمیدن، بعد برای اینا بعد تور میذاشتم، به اینا میلیون ها دلار پول دادیم تو این سالها. یکی میومد 10 تا برنامه بود، میرفت لندن، میرفت استکهلم، خب راه افتادن. به جان شما خیلی از همین خواننده‌هایی که بعداً مشهور شدن مردم هنوز نمیشناختن اون موقع. جنگ بود، درگیری بود، بعد همه که هایده و مستی و داریوش نبودن که لیلا فروغ اینا که بشناسنشون. تازه همین هنر پیشای همین خواننده‌های درجه یک میرفتن لس آنجلس، کاراشونو در نمی آورد کمپانیا.
یکی از معروفترین آدم ها خواننده ها که الان هم همیشه دوش رفتش آمریکا آلبومش در نمی آوردن. اینجا ما یک آلبوم براش درست کرده بودیم شش تا در نمی آوردن. من زنگ زدم با آقای کعبه رئیس پارس ویدیو گفتم امیر جان مالی در میارن، گفتم نمیشتونم مالی در بیارم، اینجا باید از ترانه ما بخونه، باید این باید قرار